أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به و جئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكها و أوتيت من كل شيء و لها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فاصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. در جریان ملک سلیمان سلام الله علیه بخشی از مطالب مربوط به لسان پرنده ها بود که یاد شد که فرمود علمنا منطق الطیر و روشن شد که نطق به این معنا فصل اخیر انسان نیست، برای اینکه نطق معنای ادراک برخی از مسائل کلی برای حیوانات هم هست. و اگر بگوییم اون حیوان فقط در سایه اعجاز سلیمان سلام الله علیه به اینجا رسیده است که این سخنیست سندی برای او ارائه نشود، معلوم می شود که برخی از حیوانات با تعلیم و تربیت به این حد می رسند، می شود ناطق. بنابراین این نوت به معنای ادراک کلی یا مانند آن نمی تواند فصل اخیر انسان باشد، همونطوری که نطق ظاهری هم فصل نیست. فصل اخیر انسان همان است که گفته شد متعلهان الانسانو حی متعله، نه الانسانو حیوان و ناطق. مطلب دوم آن است که این تعبیری که ذات اقدس عراق از زبان مور نقل کرد که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یهتمن نکم سلیمان و بجنودو، جناب فخر رازی در زیل این آیه می گوید به این که این دلیل بران است که اون سالک و عابر حق تقدم دارد، جاده مال اوست. این سخن ناسواب است در صورتی که نظامی برای عابر پیاده زمان و زمینی مشخص کرده باشد، برای عابر رسمی هم زمان و زمینی مشخص کرده باشد، هر کدام باید مواظب اون محدوده قانونیشون باشند. یه وقت است یک راهی مخصوص اون رونده، مثل خودروها، اتوبان‌ها، اونجا برای عابر پیاده نیست. اگر کسی در بزرگراه‌ها به اصطلاح اتوبان خاص پیاده بشود به مشکل خودش حل کند، او باید مواظب باشد، برای که جاده مال اونهاست، اونم باید سرعت مجاز دارن میرن. ولی اگر در داخل شهر بود، خیابان بود، نه بیابان، برای عابر پیاده یه مکان مشخصی شد و زمان مشخصی، هر کدام از اون رونده ها و عابر پیاده قانونی دارن باید رعایت بکنند. پس اینکه ایشون از لا یحتمنکم سلیمان و بجنوده خواستن استفاده بکنن که حق با اون رونده است، عابر پیاده باید خودش محتاطانه به سر ببرد، این استدلال ناتمام است. مطلب دیگر اینکه در جریان نمله
از هزار سال قبل شواهد اقامه کردن که اینا باهوشن. حالا قبلش شواهد دیگری بود در دسترس این مفسران نیست. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل بکنه، بعد هم فراوان آمده که این بخش از هوش را خدای سبحان به مورها داده است که اینا میدونن این حبه‌ای که گرفتن اگر بردن در لانه سبز میشه، این دیگه غذای زمستان اینا نیست، لذا این حبه رو نصف میکنن که سبز نشه تا غذای زمستان اینا بشه. برخی از حبه ها هستن که اگر نصف بشن هم با سبز میشن، اونا رو چهار قسمت تقسیم میکنن که سبز نشه. این مقدار از هوش را بر اساس قدر فهدا ذات اقدس اله به این حیوانات داده است. اما همون حیوان هزار سال قبل اکنون هم همون جور زندگی می کند. دیگه حالا تکاملی داشته باشه، رشدی داشته باشه و مانند اون یه جز خصائص انسانیت هست این نیست. حالا رسیدیم به مسئله هدهد. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه تفقد کرده. تفقد یعنی معرفت الفقدان، اما این مسبوق به تعهد است، چون همه این حیوانات فهم یوزعون بودن، همه در جای خود صف کشیده منظم بودن. وجود مبارک سلیمان اول تعهد کرد، یعنی این عهد رو بررسی کرد، بعد متفقد شد، دید که هدهد را نمی بینند. تفقدی که فعلا میگن یعنی حال کسی را پرسیدن، این سابقه این تفقد لاحق است. هر تفقدی مسبوق به تعهد است. تعهد یعنی سرکشی عهد سابق. اگر کسی متعهدانه از زیر مجموعه خود سرکشی بکند، اومد اگر کسی بیمار بود یا غایب بود، این متفقد می شود، یعنی یعرف فقدانه، یعرف فقده. وگرنه تفقد به معنای دلجویی و امثال ذلک نیست. و تفقد طیر، دید که این پرنده نیست. این طیر که مطلق است با کلمه هدهد تبیین شده. فرمود مالی لا ار الهدهد، اونا که اهل غیبت نیستن، من چطور شد که نمی بینم این رو؟ این تعجب از حال خودش، یا این که نه از من تعجب نیست، بلکه من ترک عادی نکردم، من این چیزی که نبود ندیدم. اگر او غائب بود و من ندیدم، این جای سؤال و تعجب نیست. امکان من الغائبی. خب غیبت او یا موجه است یا موجه نیست. اگر موجه بود که یعطیانی به سلطان مبین، اگر موجه نبود من او رو تنبیه میکنم. لعو از جبن نهوم عذابن شدیدا، این لام لام غصب است، او لعز بهن نهوم او لعطیانی به سلطان مبین، یا حجتی بیاورد که غیبتش موجه بود، یا او را ذبحش میکنن یا عذاب علیم. فمکسه غیر بعیده، حالا یا این ضمیر مکسه به سلیمان برمیگردد که بحث سلیمان است، یا به هدهد برمیگردد که آینده درباره اوست. به قرینه سابق ضمیر به سلیمان برمیگردد، به قرینه لاحق ضمیر به هدهد برمیگردد. سر این که طولی نکشید که هدهد آمد، برای این که اونطوری که جناب زمخشری نقل میکند، میگه وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه مکه مشرف شدن با هم اون قافله و به منطقه یمن نزدیک شدن و فرود آمدن و هدهد از اون منطقه دیدنی کرد است، این خود گزارش داد، نه این که حالا حضرت در مکان اصلیش مستقر بود و فاصله 80 فرسخی یا 100 فرسخی یا کمتر و بیشتر را این هدهد رفت و زود برگشت. در اون سفری که وجود مبارک سلیمان به مکه مشرف شد این حادثه رخ داد. فمکث غیر بعید، حالا یا خود سلیمان صبر کرد مدت کوتاهی یا خود هدهد.
اونگاه هدهد آمد و این حرف زد، فقال احدتو به ما لم تو اسبهی، من چیزی با خبر شدم، به چیزی احاطه پیدا کردم که شما به اون محیط نبودی، و من از منطقه سبع یک نبع خبر مهم آوردم، یک یقینی هم هست، دو کلمه سبع و نبع که تم وزنن، این باعث ظرافت ادبی است که زمخشری و امثال زمخشری به اینها خیلی میپردازد. خب به جئتو که من سبعین به نبعین، یعنی نبع همون خبر مهم رو میگن، هر خبر رو نمیگن نبع، نبع اون اخبار مهم است. پس من یک گزارش مهم دارم، یک از نظر علمی هم یقینی است، نه مظنه و گمان، دو و من میدونم به شما نمیدونی. جناب زمخشری در ذیل این آیه از گروه این عقل میکند، میگد قالو و فیه دلیل علی بطلان قول الرافضه، که امام به این امور جزئی عالم است و همه مطالب غیبی را با خبر است. منظور از امام در مقابل پیغمبر نیست. سلیمان هم جز ائمه بود، نظیر اون که وجود مبارک ابراهیم را خدا امام قرار داد، این جائل بر الناس اماما. اونها میگویند وقتی رافضه معتقد است که رهبران الهی یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام از غیب با خبر و جزئیات میدونن، این دلیل است بر بطلان قول اونها. این سخن ناصواب است، برای اینکه در بحث‌های قبل هم این مطلب گذشت، به اینکه در اصول از سه قسم علم بحث باید بشود، منتهی اصول رسالتش رو عمل نکرده و نمی کند. در اصول از مسائل معرفتی سه قسم باید بحث بشود. یک قسمت دون الحجه است، مثل ظن و قیاس و خیال و گمان و وهم، که ظن غیر معتبر، قیاس و مانند آن، اینا دون الحجه هست. یک قسمت هم که حجت هن، اون علم متعارف است و طمأنینه که در حد علم است. یک قسم سوم که در اصول نیست و باید باشد و اصول این رسالتش انجام نداد و باید انجام میداد، اون علمی است که فوق الحجه است، یعنی علمی است که مهمتر از آن است که کاربرد فقهی و اجتماعی داشته باشد، اون علم ملکوتی و علم غیب است. این بیان رو از مرحوم کاشف الغطا یه روز تو همین مسجد از کشف الغطا خوندی. شما می‌بینید غالب این فقهای ما یهداد احوال اینا توش هست، اما مرحوم کاشف الغطا یه فقیه فهریست یجب یهرم، یجب یهرم، این سلطان فقه هست این مرد بزرگوار، مسئله احوال اینا خیلی توش کمه. بله اگر این حرف در اصول بود یک کتاب شهید جاوید نوشته نمی شد. اگر این رو طلب بدون بفهمه زبانش هم مواظبه دیگه، نمیگه امام حسین معاذ الله نمی دونست، اگه می دونست چرا می رفت. علم ملکوت یکی سند فقهی نیست. قرض این است که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه این رو مطرح کرده و سند مرحوم کاشف الغطا اینه که وجود مبارک پیغمبر فرمود ما وقتی که در جامعه داریم حکومت میکنیم، داریم بین مردم داوری میکنیم، انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، ما تو محاکم که به علم غیب عمل نمیکنیم، بینه کسی آورده عمل میکنیم، یمین آورده عمل میکنیم، جامعه را با علم ملکوتی مأمور نیستیم اداره کنیم، یه وقت از معجزه اقتضا میکنه مطلب دیگر است. خب طبق این آیه یقیناً وجود مبارک پیغمبر از همه امور با خبر است. فرمود قل اعملوا فسیرا الله، این سین تحقیق است نه تصویف. قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون، تحقیقاً خدا کار شما رو میدونه، تحقیقاً پیغمبر میدونه. مسئله عرض اعمال یک خبر و دو خبر نیست. الان بسیاری از اینا که درباره امام زمان کار میکنن فقط منتظر ظهور حضرتن، اون یه برکتی است، اما عرض اعمالش مطرح نیست. از نه همه کارا رو ما رو پیش حضرت میبرن، حضرت با خبر است، ما با چه کار کنیم؟ خجالت نکشیم، مشمول دعای اون حضرت باشیم. اگر امام زمان هست خب میبینیم و چه میکنیم دیگه.
وقتی میبینه حساب ما رو خواهد رسید. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که منظور مؤمنین اهل بیته. خب پس با این آیه یقینی هر کاری که ما میکنیم پیغمبر میبینه. اما به صراحت اعلام کرد مردم، ما تو محکمه قضا، تو دستگاه قانونگذاری، تو دستگاه اجراییات، تو دستگاه اداره زندگی کاری با علم غیب نداریم، با علم غیب با شما عمل نمی کنیم. اون حساب قیامت داره. ما اگر بخواهیم برابر با علم غیب عمل بکنیم که همه شما مجبورید اطاعت کنید، این که کمال از بین می رود. شما باید آزادانه زندگی کنید. حبود انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان. بعد فرمود ای کسی شاهد دروغ آورد یا سوگند دروغ یاد کرد، محکمه من به استناد بیانه یا شاهد مالی را از کسی گرفته بود داد، مبادا بگوید من در محکمه پیغمبر این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم. این قطعه من النار، این شعله است که دارید میبرید و من میبینم شعله است، ولی شما را آزاد گذاشتیم. اگر اینجور نباشه که بشر مجبور بشه در اطاعت. در رسائل، در کفایه و ده ها بار گفته می شد که علم غیب ملکوتی امام برای امام ما لاریب فی هست اولا، و این فوق الحجه از ثانیا. اگر معصوم بداند با علم غیب که فرونجا زهر است، فرونجا سنبه است، فرونجا قتل است، اگر ذات اقدس اله دستور ویژه بده بله، وگرنه اون حجت شرعی نیست. علمی که حجت شرعی نیست اگر در اصول ده ها بار گفته می شد ما دیگه خطر شهید جاوید نمی داشتیم. خدا غریق رحمت کنه سیدنا استاد علامه طباطبایی رو، با چه تلاش و کوشش خواست این مطلب رو به راقم اون کتاب بفهمانه نتوانیست. سرش نه که مطلب نوعیه، مطلب نوع رو شما یک بار دو بار ده بارم بگی حل نمیشه. این چندین بار باید تو متون درسی گفته بشه، اشکال بشه، حل بشه تا جا بیافته. یه کاشف القطاع میخواد، یه فقیه فقه میخواد که این اصول رو بازنویسی کنه. علم غیب سند فقهی نیست. مثل که شما یک حکیمی را، یه فقیهی را، یه مرجعی را بگید تو بیا اینجا رفت رو بکن، خب میکنه، ولی این برای این کار نیست. اون فوق این کاره. عمل عادی رو با علم عادی حل میکنن، کارهای عادی رو با علم عادی حل میکنن. خب چون شیعه این حرفها رو تو کتابها ذخیره کرده و در حوزه ها نیست، خب این به صراحت مقد و فیه دلیل علی بطلان ما قالها اولا الرفزه. سرینش که ما حرف بانه نگفتیم، فقط برخی از بزرگان ما تو کتابا نوشتن. خب این شبهر شما وقتی به وهابیت و سلفی ها اینا بدی این تکبیر میگه دیگه، ولی وقتی بفهمه به این که ما یه علم فوق الحجه داریم، او بلندتر و بزرگتر از آن است که معیار فقه را بگیرد دیگه. نه زمخشری ها این حرف میزنن، نه وهابی و سلفی دست به همچه کار میزنن. بنابراین این احد تو به ما لم تو حس بهی، یعنی از در علمی او هم نمیداند که سلیمان میداند و احاطه میکند، چون حیوان است و نمیداند که سلیمان به علم غیب آگاه است و علم ملکوتی است و علم ملکوتی سند فقهی نیست. وجود اون باره که سلیمان حالا گوش میداد، گفت اینی وجد تمرهتن تمرکو، من که رفتم در سبا منطقی از یمن است، یه حکومت و سیاست و امت و جریان اجتماعی دیدم یک، یک فرهنگ و فکر و عقیده هم دیدم دو. از در حکومت، حکومت اینا طوری بود که یک خانومی در رأس حکومت قرار داشت یک، و همه امکانات و تدبیر و اداره و مدیریت حکومت هم در اختیار او بود، کمبودی هم نداشتن این دو. اینی وجد تمرتن تملک و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم، کمبود نداشتن، گرانی نداشتن، عرش عظیم داشتن، هرچه لازمه مملکت بود داشتن. از در اعتقادی و فکری هم وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، خود او و قوم او هم آفتاب پرست بودن.
مشکل اعتقادی داشتن ولی مشکل سیاسی و اقتصادی اینا نداشتن. این اساره گزارش هدهد بود پیشگاه سلیمان سلام الله علیه که اینی وجدت امرأتا تملکهم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم. این رو مسئله حکومت و سیاست و امور اجتماعی اقتصادی. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله. این نظر اعتقادی. خب حالا چجور شد که اینها آفتاب پرست شدن خدا پرست نشدن؟ منشأش چیه؟ منشأش این است که وزین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان این شرک را برای اینها زیبا نشون داد، توحید را از اینها مستور کرد، اینها از توحید محروم بودن، به دام وثنیت و صنمیت افتادن، برای اینکه این آفتاب است که همه این گیاه‌ها را می‌رویاند، این بذرها و حبه‌ها و هسته‌های نهان را این آشکار می‌کنه، اگر آفتاب نباشه که اینا سر در نمی‌آورند. فسدهم عن السبیل، دیگه عن سبیل الله نگفت. از سبیل بالقول المطلق همون صراط مستقیم است، اون رو میگن راه. اگر از توحید گذشتی دیگه راه نیست، نه اینکه راه های دیگه هم هست. اگر احیانا گفته میشود سبیل الغی چون پسوند دارد، وگرنه بیراه را که راه نمیگن، کجراه را که راه نمیگن. یه حرف نفی به نام بی یا یه حرف تلخی به عنوان کش اینا رو همراهی میکنند، یا پسوند ایناست یا پیشوند ایناست، وگرنه اونجا که پایانش گمراهی است که دیگه راه نیست. سبیل بالقول المطلق همون راه مستقیم الهی است. فسدهم عن السبیل، سده یعنی صرفه. برخیا هم یصرفون انفسهم هم یصرفون غیرهم، لذا هم سد خود دارن هم سد دیگری. چون شیطان اینها را از اون راه معهود باز داشت، اینا به مقصد نمی رسن، در بین راه گمند. بله این درک دارن دیگه، منطقه سلیمان میخواد که اینها رو زبان بیاره، انتق کل شه همین طوره دیگه. خب این زمین که شهادت میدهد و شکایت میکند، مسجد که شهادت میدهد کی آمده کی نیامده، کی ریاکار بود کی ریاکار نبود، هم یه تکه سنگ و گل بیش نیست که در قیامت شهادت میده. خب کی آمده، با چه مقصدی آمده، با چه مقصودی رفته، هم یه تکه خاک دیگه. اگر چون که ذات اقدس اله همه چیز را آگاه قرار داده، فرمود که ام شین لا یسبحو و حمدی ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، همه باهوشن، منتها کسی که بفهمد این زمین چه میگوید اون درخت چه میگوید نیست. خب یه سلیمان میخواد، پس بنابراین هم حکومتشون شهر داد، هم انحرافشون رو بیان کرد، هم سبب انحرافشون رو بیان کرد. پس لا یهتدون، پس راه اصلی چیه؟ راه اصلی اینه الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. کار شمس بالعرض است. شمس چی کار میکنه؟ این مستورها را مشهور میکنه. این حب و حسه و بذرهایی که در دل خاک نهان شده، این با تابش آفتاب و بارش باران بالا میاد. اونی که هم در زمین این کارا رو میکنه هم در آسمان، همه ستارهای مستور را که غروب کرده اند او مشهور میکنه و خود شمس غروب کرده را او مشهور میکنه. این خب، این ستر، این که میگن المرء مخبون تحت لسانه، یعنی مستورون، چیزی که محاط به وسیله محیط است و مستور و پوشیده است، از او به خبع به معنای مخبوع یاد میکنن، مثل لفظ معنی ملفوظ، خلق معنی مخلوق. خبع یعنی مخبوع. اون حدیث نورانی که بود المرء مخبوع تحت لسانه همین است. یخرج الخبأ یعنی مستور را مشهور میکند.
خود شمس که مسرور شد او مشهور میکند، این همه کواکب مسرور را او مشهور میکند، هم مسرور میکند هم مشهور، هم مشهور میکند هم مسرور، چون مشارق ارض و مغارب ارض مال خدای سبحان است. فرمود یخرج الخبء بالقول المطلق فی السماوات و الارض، چه در آسمان چه در زمین. شمس که این کارا نمی کند، که خود شمس خبع و شهر دارد، مشهود بودن و مسرور بودن دارد. یعلم ما تخفون و ما تعلنون، برای اینکه بتواند اداره کند. کیه این ذات؟ الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. مستحضرید قرآن کریم هم راه های فلسفه و کلام را دارد، هم راه های عرفان را دارد، منتها اون بخش هایی که مربوط به مناجات و دعا و این هاست اون به زبان عرفان نزدیکتر است. تو مناجات ائمه علیهم السلام هم همینه دیگه، اون خطبه های اینها روشش روش عقلی است، اون مناجات و دعاهای اونها روشش روش عرفانی است. اونجا سخن از استدلال نیست، سخن از شهود است. یا من هو اقرب الیه من حبل الورید، مفهوم که به ما نزدیک نیست، مفهوم قرب و بعدش اثری ندارد. اونی که اقرب الیه من حبل الورید است همون فیض ذات اقدس اله و وجه الله است. اون روایتی که صحف العقول نقل کرد اون جزء قرآن روایات ماست، این لسان لسان دعاست. در اونجا بوشید مبارک حضرت فرمود همونطور که برادران یوسف اول او را شناختن بعد اسم او را و وصف او را، گفتن اینکه یعنی جنابالی که تو را میبینیم و میشناسیم تو یوسفی، از مسما به اسم بردن نه از اسم مسما. ما اول کسی را که میبینیم او را میشناسیم، بعد بگیم آقا اسمش چیه وصفش چیه چیکار است. استدلال وجود مبارک امام صادق هم برابر همین آیه سوره یوسف همینه. فرمود خدا را شما که میبینی اول او را باید بشستی، بعد الله را، بعد عزیز را، بعد حکیم را. همون کاری که ذات اقدس اله در کوه طور با موسی کرد، گفت موسی من خدایم، نه خدا منم، انا الله العزیز الحکیم. خب این لسان لسان عرفان است، برای اینکه مفهوم در کار نیست. اما لسانی که این حیوانات بیان کردن لسان فلسفه و برهان است. همین لسان را قرآن کریم درباره انسان به طوری کامل بیان کرده که انسان را با نزدیکترین راه که اقرب و طرق است به مقصد میرساند. میبینید در کتاب‌هایی که دیگران این راه را طی کردن، برهان علیت و معلولیت را طی کردن، برهان دور و تسلسل را طی کردن، اگر ما بگیم فرون شخص را فرون علت قبلی آفرید، نقل کلام در علت قبلی در علت اسبق و اسبق، چون تسلسل محال است پس به سرآغاز باید برسیم. این راهی است که معمولاً تو کتاب‌های کلام و فلسفه برای اثبات مبدأ ذکر میکنند. اما راهی را که قرآن کریم ارائه میدهد، ضمن اینکه اون راه را برای اوساط از متفکران باز گذاشته، فرمود که ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، راه نزدیکتر و اقرب الطرق را برای اوحدی و خواص هم باز گذاشته، که برابر استدلال قرآن اول خدا ثابت میشود بعد تسلسل باطل، نه اینکه اول تسلسل باطل بشود بعد خدا ثابت. تو آیه مبارک یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این طور نیست که اول ثابت بشود که بشر محتاج است رو امکانش و علت میخواد، اون علت محتاج است و هاکذا حتی ینتهی الامر الواجب، چون تسلسل محال است. این طور نیست، برای اینکه اگر گفته شد الانسان و فقیرون یا الارض و فقیرون یا السماء و فقیرون الماء و فقیرون الحجر و المدر و الکذا الکذا فقیرون، فقر برای انسان عرض مفارق نیست. یک، فقر برای انسان عرض ذاتی نظیر زوجیت اربعه نیست. دو،
چرا؟ برای اینکه اگر گفته شد الانسان و فقیرون، این فقر لازمه ذات او باشد نظیر زوجیت اربعه، هر لازمی از ملزوم خود متأخر است، در حوزه ملزوم نیست. اگر فقر لازم ذات انسان باشد پس در حریم ذات نیست. اگر فقر در حریم ذات نبود اونجا غنا رخنه می کند. اگر غنا رخنه پیدا کرد معلوم شد در مقام ذات معاذالله انسان محتاج به خدا نیست. سه، اگر گفته شد الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوان و ناطقون که جنس و فصل اوست نیست. چرا؟ زیرا اگر این فقر برای انسان ذاتی باب ماهیت و کلیات خمس باشد، چون ماهیت تابع است و از هویت متأخر است معلوم می شود فقر در مقام هویت نیست. اگر فقر در مقام هویت نبود اونجا غنا رخنه می کند و بی‌نیازی. چهار، اگر گفته شد الانسان و فقیرون، خود آن است که بگویم الانسان موجودون. اگر گفتیم الله و غنیون، با الله و موجودون یکیست دیگر، چون اونجا صفت عین ذاته، اینجا هم صفت عین ذاته. اگر الانسان و فقیرون شده الانسان و موجودون، تو متن هویت وقتی فقر شد این فقر الا و لابد به غنی متصل است نه به فقیر دیگر. اگر کسی بگوید این زید را فرون شخص آفرید، ما مثل متکلم یا حکیم دیگر نمیگیم نقل کلام در اون میکنیم، میگیم جواب ما را ندادی. نه اینکه ما را جواب دادی، ما این سوال را درباره او مطرح میکنیم. ما میگیم فقیر را کی خلق کرد؟ شما نمیتونید بگید فقیر را فقیر. اگر شما گفتید فلون شی را فلون شی خلق کرد، جواب ما را ندادید. نه اینکه ما نقل کلام در او بکنیم، میگیم جواب ما را ندادید. اگر گفتید زید را الله آفرید، میگیم جواب دادید. یا ایها الملک و الفلک، یا ایها الجن و الانس، انتم الفقراء الی الله. این راه قرآنی اول خدا را ثابت میکنه، بعد تسلسل را باطل میکنه. فقیر غنی میخواد، نه اینکه فقیر و فقیر دیگر، فقیر و فقیر دیگر. او آدم بیکار میخواد تا بگه نقل کلام در رو میکنیم. چی نقل کلام میکنیم؟ مگر او شما جواب شما را داد؟ او جواب شما را نداد. شما بگید آقا جواب من را ندید، فقیر را کی آفرید؟ این فقیر را اون فقیر؟ ما درباره الفقیر بحث میکنیم، او هم که همینه. نه اینکه جواب منو گرفتیم میریم به سراغ او نقل کلام داره میکنیم، حتی ینتهی الامر، تا به زحمت تسلسل رو باطل کنیم. مانندو اول خدا ثابت میشود، بعد تسلسل باطل. این راهیست که قرآن کریم ارائه کرده. این راه ها در حد حیوانات نیست، این مال انسانیست که حی المتعله. اما او مسئله شهودی که وجود مبارک امام سعاد سلام الله علیه از آیه سوره یوسف استفاده کرد و اون بالا اوهدی از انسان هاست. الحمدلله رب العالمین.